توی این قسمت از ساخت پروژه یخچال میخواییم بهتون یخچال دومی که در طی 50 روز با مبلغ 12,000 دلار ساخته شده رو نشون بدیم. این یخچال دمای 30 درجه فارنهایت داره و ظرفیت 15 پلت رو هم داره. خب این یخچال در واقع 30 درجه است و ما به این ترتیب داخل یخچال رو میتونیم دماش رو ببینیم. 32 درجه فارنهایت هستش و این به این شکل قسمت ورودی، به خاطر اینکه بشه با این وسیله بار رو داخلش گذاشت و از در معمولی استفاده کردیم که وقتی وارد میشیم چراغ همه به طور اتوماتیکه و اینجا ظرفیت 20 تا تقریبا پلت رو داریم. ما کفش رو حدود 6 اینچ از زمین بالاتر گرفتیم، اینسولیشن هست، بالا هم به همین ترتیب، هیچ ستونی به کار نرفته و اینجا هم موقعی که هوا گرم میشه برای تخلیه رطوبت کمپرسور هست و کمپرسور هم تاپ مانت هستش که از بالا به این ترتیب در واقع درست شده. یخچال با حدود 12,000 دلار ساخته شده به وسیله بنده. شاد باشی، فیلمو ببینیم تا ببینیم به چه شکلی. خب برای پروژه فریزر همطور که میبینید که سفارش ها انجام شده. نزدیک نصف تریلی بار اینجا اومده بود که ما با دست همه رو موف دادیم و بردیم فعلا تای انبار. این چوبای بلند مربوط به 16 فیتی ها مربوط به کف میشه و سقف که اینجا مثل یه دیوار چیدیم و جلو راه ما رو قشنگ نمیگیره و اون یکی ها رو هم عمودی آوردیم با این ورقای شیت اینجا گذاشتیم که قشنگ راه داشته باشیم که بتونیم اینجا کار بکنیم. فردا هم قشنگ ما اینا رو جابجا میکنیم و از کف اول شروع میکنیم این قالب رو در آوردن و بعد شروع میکنیم به جلو رفتن. این پشم شیشه هم سنگینه، هم ضد آبه و فکرم نمیکنم حالا کسی بخواد به اینا دست بزنه. اینا دیگه موند بیرون و ما میتونیم همینجا نگرش داریم برای که راهمون رو نگیره و فردا در واقع وقتی که کف رو چیدیم بیاریم و یه بخشش رو توی کف مصرف بکنیم و بقیهش هم توی دیوارهای جانبی. بله خیلی ممنون. خب این شروع پروژه در واقع ساخت فریزر هستش که به ابعاد 16x16 فیت هستش، به ارتفاع 6 اینچ از روی زمین. دلیل اینم این هستش که داخل اینها اینسولیشن میشه، یعنی با پشم سنگ ایزوله میشه که سرمای فریزر به کف زمین منتقل نشه. یه دلیلش اینه و دلیل دومی که ما 6 فیت گرفتیم اینه که اگر بخوام از این وسیله استفاده بکنیم این دوتا شاخ باید در واقع بره داخل اونها. ارتفاع اینها بله تقریبا 6-7 سانتی متر کمتر از 3 اینچ. حالا ما یه لیفتراک دیگه بزرگتر داریم میگیریم، ممکنه یه اینچ هم بزرگتر باشه و ما این رو از وسط اینجا که میخواد وارد بشه این در واقع در میخوره این وسط و این پایین هم چاک داده میشه به اندازه عرض این دوتا و این لیفتراک به این شکل میتونه بره اون تو یه محموله رو بگاره روی کف زمین، دوباره بیاد اونجا پلت رو ورداره و بیاره بیرون. به این شکل اینجا دوتا شیار به اندازه دهنه این فورکلیفت که میشه همین عرض در واقع یک پلت ما قرار میدیم، چون این دهنه طوریه که میره پلت رو بغل میکنه، یکی از چپ و یکی از راست پلت رو بغل میکنه. ما دقیقا به همین اندازه، یعنی به این ترتیب ما دهنه که میخوان 1.30 متر یا حدود 52 اینچ خواهد بود
که بتونه در واقع این دوتا شاخه وارد این شیار بشه و بتونه از داخل در محموله رو بذاره و برداره. مرسی. خب در این مرحله تقریبا کار کف ما آماده است و این شبکه رو به این شکل بستیم. ارتفاع چوبا 6 اینچ هستش و لایگرهای افقی همه پیچ شده، عمودی ها در واقع تیکه تیکه شده و به این ترتیب لاین ها قرار گرفته که با وقتی که درپوش رو قرار بدیم با پیچ های افقی و عمودی میتونیم کل اینها رو قفل کنیم. از این پیچ ها میتونیم محل در واقع لایگر ها رو مشخص بکنیم و با لیگر نشون گذاری بکنیم و پیچ کنیم. درود بر شما. امروز 24 دسامبر و میلاد حضرت مسیح. ما امروز این پروژه کف رو تقریبا بیش از 90% انجام شد و خیلی هم محکم و عالی در اومد، با فخامت 6 اینچ ارتفاع و فخامت همین 6 اینچ هم اینسولیشن بسیار عالی و متراکم. تمام لبه ها و جوینت ها پیچ شد، یه مقدار دیگرش باقی مونده که حالا برای روز بعد تمام خواهد شد و ما میتونیم به راحتی روی این حداقل تا 15 تا پالت رو بدون هیچ مشکلی از نگار ورقی قرار بدیم. بله، این هم از وضعیت جابجایی انبار. تا ادامه کار فرصت بعدی. مری کریسمس. خدا نگهدار. اگه علاقه من به این سبک ویدیوها هستین، حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. لایک و کامنت این ویدیو یادتون نره.